بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است. ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کول پشتی سفرم خالی، صاروخ چاروغم پر است از امید به تو و فضل و کرم تو. همراه خود دو چشم بسته آورده ام که ثروت آن گوهر عشق بر حسین فاطمه است، گوهر عشق بر اهل بیت است، گوهر عشق دفاع از مظلوم یتیم، دفاع از محصور مظلوم در چنگ ظالم. برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما بود، کما این که شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید. از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم مظلوم وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدانید. حرمت او را حرمت مقدسات بدانید. شهدا محور عزت و کرامت همه ما هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید. به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما هستند به چشم ادب و احترام بنگرید. عزیزان، من بنا به تقدیر الهی امروز از میان شما رفتم. من شما را از پدر و مادر و فرزندان و خواهران و برادران خود بیشتر دوست دارم، چون با شما بیشتر از آنها بودم، ضمن این که من پاره تن آنها بودم و آنها پاره وجود من. اما آنها هم قبول کردند من وجودم را نذر وجود شما و ملت ایران کنم. نکته ای کوتاه خطاب سیاسیون کشور دارم، چه آنهایی که اصلاح طلب خود را می نامند و چه آنهایی که اصولگرا. عزیزان، هر رقابتی با هم می کنید و هر جدلی با هم دارید، اگر عمل شما و کلام شما تضعیف کننده دین و انقلاب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسلام و شهدای این راه هستید. مرزها را تفکیک کنید. مسئولین همانند پدران جامعه میبایست مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه کنند. سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علمای عظیم‌الشان و مراجع گرانقدر. سربازتان از یک برج دیدبانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش‌های آن که شما در حوزه‌ها برای آن استخوان خرد کرده اید و زحمت کشیده اید از بین می‌رود. این دوره با همه دوره‌ها متفاوت است. این بار اگر مسلط شدند، از اسلام چیزی باقی نمی‌ماند. راه صحیح حمایت بدون هر گونه ملاحظه از انقلاب، جمهوری اسلامی و ولی فقیه است. نباید در حوادث دیگران شما را که امید اسلام هستید به ملاحظه بیندازند. من حضرت آیت الله العظما خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها میبینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضرات معظم با بیانتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با ایشان میبایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقلاب آسیب دید، حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد. خداوند ای عزیز، من سال هاست از کاروانی به جا مانده ام
و پیوسته کسانی را به سوی آن روانه می کنم، اما خود جا ماندم. عزیز من، جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن است کسی که 40 سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق من، که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت کنی، مرا در فراق خود بسوزان و بمیران. برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان، جمهوری اسلامی امروز سربلندترین دوره خود را طی می‌کند. بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد. مذمت دشمنان و شماتت آنها و فشار آنها شما را دچار تفرقه نکند. اگر اسلام نبود و اگر روح اسلامی بر این ملت حاکم نبود، صدام چون گرگ درنده این کشور را می درید. آمریکا چون سگ هاری همین عمل را می کرد. اما هنر امام این بود که اسلام را به پشتوانه آورد. خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند دیگر حرم ها می ماند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی. برادران و خواهرانم، جهان اسلام پیوسته نیازمند رهبری است. رهبری متصل و منسوب شرعی و فقهی به معصوم. خوب می دانید منزه ترین عالم دین که جهان را تکان داد و اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، ولایت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این امت قرار داد. لذا چه شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما که به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید باید به دور از هر گونه اختلاف برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه خیمه رسول الله است. والله والله والله، این خیمه اگر آسیب دید، بیت الله الحرام و مدینه حرم رسول الله و نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند. قرآن آسیب می بیند.